برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دریاچه ارومیه به دلیل ساخت 23 سد و سوء مدیریت منابع آبی در حال از دست دادن حیات خود است و تنها 10% از آن باقی مانده است. تراز فعلی دریاچه 1270 متر و 10 سانتی متر است که 3 متر کمتر از تراز استاندارد آن می باشد. افزایش 140 هزار هکتاری سطوح زیر کشت نیز به خشک شدن دریاچه کمک کرده است. سخنگوی گروه طالبان برای نخستین بار تایید کرده که در درگیری میان طالبان و داعش در استان غور 3 نفر از جمله 1 فرمانده داعش کشته شدند. این درگیری صبح روز 29 مهر در مرکز استان غور رخ داده و طالبان مدعی شدند که کشته شدگان در حملات اخیر در کابل، بامیان و غور دست داشتند. وزارت اطلاعات سومالی اعلام کرد که ارتش این کشور در عملیات اخیر در منطقه گالمودوگ 30 شبه نظامی گروه سنی‌های تندروی الشباب را کشته و 40 نفر دیگر را زخمی کرده است. همچنین چند فرمانده از جمله 2 رهبر مهم این گروه تسلیم شدند. این عملیات پس از 48 ساعت فعالیت‌های نظامی انجام شد. مشارکت سیاسی مسلمانان در آمریکا به ویژه در انتخابات محلی افزایش یافته است. در شهر تینک نیوجرسی 2 زن مسلمان محجبه برای عضویت در هیئت مدیره مدرسه رقابت می‌کنند. تحلیلگران معتقدند این روند نشان دهنده تمایل بیشتر جامعه مسلمانان به تأثیرگذاری در سطوح مختلف سیاسی است.